میرسیم به توضیحات آشپزخونه مدرن که آخرین بخش از توضیحات تئوری آشپزخونه هست دیگه. یه بخشی رو داریم که مربوط به بخش اجراست و البته همون شناخت متریال هم میشه گفت تئوریه دیگه. ابتداش متریال ها رو توضیح میدیم و بعد بخش اجرا رو داریم، ولی این که میگیم بخش اجرا نه این که مثلا 15 تا 20 تا متریال برای جزیره یا کانتر آشپزخونه هست ما بیاییم 15 20 تاشو اجرا بکنیم، نه، من نمونه های اجرا شده رو بهتون نشون میدم و یکی دو تا پروژه که بخش های اجراییش رو شما خیلی مطالب خوبی میتونید از اون پروژه ها بچه یاد بگیرین، اینو میدونم و خیلی کمکتون میکنه توی بخش طراحیتون. خب تا الان درست متمرکز کار نکردیم روی آشپزخونه مدرن، ولی فکر میکنم با همین توضیحاتی که راجع به آشپزخونه داشتیم تا اینجا کار دیگه تقریبا شما خصوصیات آشپزخونه مدرن هم آشنا شدید باهاش، اما خب این جلسه بیشتر راجع بهشون حرف میزنیم با هم. اول از متریال هایی که میتونیم برای کانتر و جزیره استفاده بکنیم من شروع میکنم توی سبک مدرن. خب انتخاب صفحه کانتر توی در واقع سبک مدرن دستمون بازتره، مثلا تو سبک کلاسیک ما باید یا سنگ طبیعی انتخاب میکردیم یا کوریان. چرا کوریان که سنگ مصنوعیه؟ چرا؟ چون ضخامت این متریال ها فقط مثلا طوریه که بشه براشون ابزار زد. متریال های دیگه مثلا سرامیک حد اکثرش دیگه 13 میله که خب نمیتونه ابزار بخوره، در نتیجه این متریال ها قابلیت ابزار خوردن رو دارن و دیگه تو سبک کلاسیک ما به غیر از این دوتا متریال دیگه ای نمیتونیم کار کنیم. بعضی از نمونه های کوارتز هم میشه تو سبک کلاسیک کار کرد، ولی خب تو سبک مدرن چون ما ابزار نداریم به خاطر همین آپشنامون خیلی بیشتره. مثلا سنگ طبیعی، سرامیک، متریال دکتون که صفحه‌های فوق فشرده رو بهشون دکتون میگن، حالا نمونهشو بهتون نشون میدم، متریال پی وی سی، کوارتز، کوریان و خیلی متریال دیگه، میکرو سمنت، اینا متریالایی هستن که با توجه به طرح میتونیم برای صفحه‌های کابینت یا حتی بین کابینت استفاده کنیم، مثل این چند تا عکسی که اینجا میتونین ببینید. یکی از خصوصیات آشپزخونه مدرن تنوع بالا تو رنگ کابینت هاست، یعنی شما تقریبا هر رنگی رو که بخواید میتونید داخل آشپزخونتون داشته باشین که این امکان تو سبک کلاسیک نیست. یعنی شما اگه بخواید فرضاً آشپزخونتون از چوب بسازین یه مقدار محدودی طرح چوب هست دیگه، ولی تو سبک مدرن به این شکل نیست و میگم تقریبا هر رنگی رو که شما بخواید میتونید داخل آشپزخونه مدرنتون داشته باشین. ظاهر خیلی از طرحهای کابینت مدرن یه دست و ساده است، یعنی حتی تو خیلی از طرحها اینی که ما دستگیره هم حتی نداریم. این که میگم یه دست و ساده است، من در کابینتو منظورم است، میبینیم که دیتیل و جزئیاتی که توی کابینتای کلاسیک، در کابینتای کلاسیک هست، توی کابینتای مدرن نداریم و تو خیلی از طرحها گفتم به صورت مگنتی استفاده میشه و دستگیره نداریم. اگرم دستگیره داشته باشیم شکلهای خیلی ساده ای دارن که چند تا نمونهش توی این عکس ها میتونیم ببینیم. جنس خود کابینت ها هم میتونه براق باشه هم میتونه مات استفاده بشه. یه سری رنگ ها هستن که رنگ ماتشون خیلی استفاده میشه داخل آشپزخونه، مثلا رنگ مشکی، کرم یا توسی که ترکیبشون با MDF طرح چوب یکی از بهترین ترکیب ها برای استفاده کردن توی آشپزخونه مدرن هست. یکی دیگه از ترکیب ها ترکیب رنگی مونوکروماتیکه که توضیح دادم تو بخش رنگ شناسی و معمولا هم این ترکیب رنگی توی رنگ‌های خونسا به کار میره که این عکس هم چند تا نمونه از این ترکیب رنگی. نمونه بعدی که خیلی استفاده میشه داشتن کنتراست بالاست، یعنی مثلا اگه شما کابینتتون رو تک رنگ در نظر میگیرید، اگه فرضاً رنگ
روشنه، میتونیم بین کابینتی و سنگ جزیره رو رنگ تیره داشته باشین، یا برعکس اگه کابینت رنگ تیره هم میتونین کانتر رو بین کابینتی رو رنگ روشن استفاده بکنیم. و یه نکته ای که توی آشپزخونه مدرن داریم، ما توی کلاسیک اگر که میخواستیم کانتر آشپزخونه رو به دو بخش تقسیم بکنیم، اون طبقه ها رو روبروی هم دیگه قرار میدادیم اگر میخواستیم تو دو تا ارتفاع کار بشه، ولی توی مدرن به این شکل نیست. توی آشپزخونه های مدرن معمولا جزیره ای که وسط هست، اگر بخوایم تو دو تا ارتفاع کار بکنیم، کنار هم دیگه قرار میگیرن که توی این عکس ها کامل این قضیه مشخص هست. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، میتونیم متریال بین کابینتی رو جدا از متریال کانترتاپ و جزیره داشته باشیم. مثلا من میام بین کابینتی رو شیشه در نظر میگیرم، ولی دیگه نمیتونم کانترتاپ و جزیرم روی این دوتا رو شیشه داشته باشم، چون شیشه احتمال خورد شدنش هست دیگه، ولی برای بین کابینتی خب این احتمال کمتر. شیشه های متنوعی داخل بازار هستن، شیشه های رنگی هستن که اصلا مخصوصه بین کابینتن، که شما چند تا از این عکس‌ها رو میتونیم ببینین. مثلا میتونیم همون شیشه‌ای که بین کابینت داریم برای پیشونی جزیره هم استفاده بکنیم. آویزایی که توی این سبک ما استفاده میکنیم هیچ محدودیتی ندارن، نباید به سمت سبک کلاسیک برن، یعنی چند شعله آویزای چند شعله‌ای که دیتیل‌های خیلی زیاد دارن نه، توی این سبک استفاده نمیشه. معمولا شکل‌های هندسی، شکل‌های جیومتری دارن آویزا، که باز توی این عکس ها چند تا از نمونه هاش کامل مشخص هست. برای شیرالات هم تقریبا توضیحاتی که لازم بود برای سبک مدرن تو همون جلسه نوکلاسیک و کلاسیک گفتم، که دیتیل زیادی نمیخواد. شیرالاتی که داریم جزئیات زیادی ندارن این شیرالات، ولی متریالایی که میتونیم استفاده بکنیم متریالی هستن که محدودیت نداریم توی باز این بخش، و میتونیم هر متریالی که خواستیم داشته باشیم با هر رنگی. و در نهایت میرسیم به صندلی ها که پایه های فلزی و چوبی دارند. توی سبک مدرن ما فلزی که استفاده میکنیم محدودیت رنگی نداریم، میتونیم مسی داشته باشیم، طلایی ما طلایی براق، رنگ استیل و همینطور چوب هم داریم، به شرطی که مشخصات سبک کلاسیک رو به خودش نگیره، یعنی هم پایه ها چوبی باشن، هم جنس پارچه مثلا چرم باشه، هم لمس دوزی شده باشه. اینا دیگه میره به سمت سبک کلاسیک، که توی جلسات قبلی هم مشخصات صندلیایی که بیشتر تو سبک کلاسیک استفاده میشه رو بهتون گفتم. نکته دیگه این نیست دیگه، تو بخش اجرا بیشتر راجع به متریال ها صحبت میکنیم و قیمت انواع متریال ها، که بدونید چه متریالی رو برای پروژهتون میتونید استفاده کنید با توجه به بودجه‌ای که دارید. البته این جلسات دیگه بعد از این که جلسات تئوری کامل تموم شد، تو بخش اجرا دیگه این بحثا رو با هم انجام میدیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین، امیدوارم که موفق باشید.